احترام عزیزان از دست رفته کمی رعایت مسئله رو داشته باشیم. ما امروز همه جمع شدیم برای اظهار حمایتمون از همیهنانمون و از همه مهمتر حق آزادی بیان، حق آزادی رأی و احترام به حقوق بشر. از این بلندتر خانم نمیتونم. امروز تنها شعاری که داریم آزادی است. بله، ما کشوری هستیم که خانواده های مختلف سیاسی دارن. راست داریم، چپ داریم، مشروطه خواه داریم، جمهوری خواه داریم، ملی مذهبی داریم، جبهه ملی داریم، کمونیست داریم، مجاهد داریم، اما همه ما ایرانی هستیم. امیدوارم همین آزادی تجمعی که ما اینجا توی مملکت آزاد داریم، همین حق رو یک روزی هر چی زودتر تو کشور خودمون داشته باشیم. اساس اولیه دموکراسی حق هر انسانی است به حق رأی. یک فرد یک رأی. یک فرد یک رأی و دفاع از حق اون رأی، حتی اگه رأی کاملا مخالف بر ما یا دیگری باشی. درود تحت ستم زندگی کرده، امروز بالاخره چشم جهانیان به شکل بی سابقه‌ای نسبت به وضعیت کشورمون و سرنوشت همیهنانمون باز شده. بیاییم با دقت به اولویت ها، با یک انضباط جمعی، تنها یک شعار، شعاری که همه ما رو حتی اگر بین ما اختلاف سلیقه باشه که هست، حتی اگر در میان ما تفاوت ایدئولوژی سیاسی باشه که هست، اما بیاین کشوری رو از نو آباد و آزاد بکنیم که هیچ ایرانی تو مملکت هرگز دیگر در تاریخ کشورمون مورد کوچکترین تجاوزی، مورد کمترین اهانتی در آزادی و برابری کامل آب پای یکدیگر از هر مذهب و مسلک و که طیف و جایی که باشند تو اون کشور با صلح و صفا زندگی بکنند. ما همگی برای اون آینده مبارزه می‌کنیم و از همگی شما ضمناً تقاضا می‌کنم به مراتب قدردانیمون رو از ملت‌های جهان، از دول جهان، از نهادهای سیاسی یا غیر سیاسی جهان، از مطبوعات جهان که بالاخره امروز صدای ما را رساتر می‌کنند و اتحاد خودشون رو با خواست حقانه ملت ایران برای آزادی، برای حقانیت، برای حاکمیت حمایت می‌کنند، نه تنها تشکر بلکه تشویق بکنیم که نگذارن این حرکت حماسه آفرین مردم ایران از بین برود. ایستادگی و تداوم شرط اصلی پیروزی نهایی همه ما خواهد بود. I love you all.